سال پیش آقای خیابانی به ما وقتی که میگیم شیعه رو از ایران اخراج میکنیم تعارف که نداریم اخراجش میکنیم این حرفی که من میزنم دو حالت داره یعنی اینکه مثلا ما یه عده آدمایی هستیم که جوگیر شدیم مثلا تریبون هم دستمونه بعد زبانم هم استخون نداره یادتون باشه زبان استخون نداره آدم هم اگه جوگیر باشه و یه خود خود شیفتن باشه دیگه این زبان هر دلش بخواد میچرخه دیگه یه نفر مثلا بشینه اینجا بگه آقا من فردا میخوام باشم پادشاه ایران زبان است دیگه اصول این حرفا غیر قابل اعتناس یعنی این زبان در این جنس باشه غیر قابل اعتناس یعنی که نه یه زمان ما اینجا نشستیم اینقدر تسلط به قضا داریم با آگاهی و بر اساس رئالیسم بر اساس واقعیت های جاری میگیم شیعه رو از ایران اخراج میکنیم کدوم جنسه جنس اول حرف ما که جوگیر شدیم و زبون استخون نداره و سخون تیریبون هم یه طرف دستمون و هر چه دل تنگمون میخواد داریم میگیم یه جنس دومه تسلطی داریم آگاهی داریم بر اساس اتفاقات جاری که مطمئن میگیم تشیع رو اخراج میکنیم این قضاوتشون میسپرم دست خود بچه مذهبی ها <تصفح> یه نگاهی به محرم شرابی و اینا کنن اگر یک مقدار هوش داشته باشن افق آینده رو میتونن ببینن که چه اتفاقی داره رخ میده اما میخوام یه سری چیزای جدیدتری دیتاهای جدیدتری جلوشون بزنم تا بفهمن ادعای ما مبنی بر اخراج تشیع از ایران از جنس دومه نه جنس اول بر اساس دکترین بی استخان بودن زبان که هر دلت میخواد بچرخونی از جنس دوم است بر اساس رسد واقعیت های اجتماعی سال گذشته آقای خیابانی اومد و گفتش که آقا تو رو خدا من اگه برای حسین میگم به خدا زمان شاه هم میگفتیم فوش هم ندید در مملکتی که ما ملت امام حسینیم دیگه کارت رسیده به جایی که سلبریتی های درجه چندم بیاری هنرمندان درجه چندم بیاری و اینها هم میگن که تو رو خدا فوشمون ندید این شما دیگه سلبریتی درجه یک سطح اول تراز اول که اصلا شما رو آدم حساب نمی کنن. دیگه مجبور این عزیزی که از افغانستان اومده ایران راه پول درآوردن و سوراخ دعا رو پیدا کرده این دوست عزیز به نام آقای مرتزا امینی تبار بازیگر درجه چندم سریال زخم کاری و بیاری و اینم برگرده دیگه به یه سراخ دعا رو پیدا کردم و بخواد در شما عیزان بچه شیه بماله اینجاست که بر... و همینم که داره صحبت میکنه جالبه اعتراف میکنه که من اگه نام حسین میگم دارم فوش میخورم ببینید یه دایی دارم به اسم نوروز هر بار که اینو میگه حتی بگم زیرش خیلی موزیک بود امید دانا موزیک ها رو قطع میکنه آره چون موزیک ها از زیر صداتون در میارم که واقعیتتون بیشتر چون موزیک میزنن که نفهمیم چی میگن یه جوری گریه میکنه که باورت نمیشه گو بچه بودی که یه شب من خواب حضرت حسین بود میا... دا تا موزیک بودا یه موزیکش رو تونستم وردارم این موزیک رو شناسایی نکرد برنامه به بابام میگه که من همچین خوابی بودم گریه بابا بهش میگه که شاید اگه هفت هزار سال دیگه عبادت کنم به خاک پاد نرسم نوروز چون من تا حالا همچه خوابی ندیدم دوست دارم حسین اون حسینه حسین به اون قشنگی رو شکلی حسین افن نفردم یه عمویی داشتی دایی داشتی خواب حسین رو دیده به نام نوروزنامی بوده بعد بابات که همیشه نماز میخونده گفته من هفت هزار سال نماز بخونم به پای تو نمیرسم چون دوست دارم اون خوابی که تو در مورد حسین دیدی منم ببینم اون حسین به اون قشنگی و اینا بعد اینا رو نفهمیدم گریه مریه کجا میاد خب که اولا به تو چه ربطی داره خواب عمو تو بابات به تو چه ربطی داره تو کجای سر پیازی ته پیازی تو نه, نه خوابو تو دیدی نه روای نه درخواست از اون کسی که خوابو دیده کرده یعنی تو, کجا تو پیدا کردی آقای همینی تبار چجوریه چجوریه؟ خواب خب فای با میخوان به من بگن تو رفتی گفتی حسین این همینو میخواستم میخوای به من بگن که تو رفتی گفتی حسین ببین چه تحت فشاری هجمون لعنت بر حسین انقدر زیاده در تنها مملکت شیعه سلبریتی های درجه چندومتونم که میان حرف میزنن اشکشون در مشکشونه که آقا ما نام حسین رو میگیم جامعه فوشمون میده این اون رسدیه که ما میگیم شیعه داره اخراج میشه بگو بگو فای میخوان به من بگن تو رفتی گفتی حسین دقیقا بگم آقا دیگه هیچ فیلمی از من از من یه ریزه نبین عزیزم کسی هم فیلم یاده پرمیز فرستی تو فیلم مارمولک افتادم فیلم مارمولک همه تون دیدید نمیشه کسی نه بعد از کتاب قرآن فکر میکنم همه یک نسخه از فیلم مارمولک و یک زمانی تو خونه هاشون داشتن بعد یه صحنه است که اون پسره که طلبه است داره دختر بازی میکنه پرویز پرستویی میبینه بعد این برمرتو همش دنبال کار خودش دیگه من میگه ببخشید تو رو خدا در مورد من بد فکر نکنید بعد پرویز پرستوی میگه پوفیوز من اصلا در مورد تو فکر نمیکنم حالا حکایت توه والا به جان بچم آقای مرتضی امینی تبار من برای که اسمت یادم باشه ده دقیقه قبل از اجرای برنامه اسمتو نوشتم یادم بمونه یعنی خدای من شاهده نمیخوام فیلم بازی کنم با اینکه فیلم تم دیدم اینا چهرت رو میشناختم به خاطر زخم کاری از دل سریال زخم کاری چهرت رو میشناختم ولی اعتماد تو سریال زخم کاری به وقتی که تو قسمت فصل دوم مردی خانومم گفت آخهش شهر باز میشه سریال نگاه کرد یعنی اصلا وجودت هم رو مخه من اون کاری با اون بازی بده تو اینا خدا شاهده هر کاری کردم اسمت تو ذهنم باشه نبود همین الانم هم چند بار هی نگاه کردم چون یادداشت کردم مرتضی امینی تبار فیلم هم بازی نمیکنم اصلا کسی تو رو نگاه نمیکنه که حالا میگه می میگی یک فیلم از من یه, ریزه نبینید اصلا عزیزم تو رو خب اذیتمون نکن اولا که خوابی که داری میگی و اونی هم که گفته من حسرت خواب رو خوردم نه تویی نه سری نه تی پیازی عمو تو بابات یه صحبتی با هم کردن حالا اونو تعریف میکنی و میگه آقا فیلمی از من آقا کی اصلا فیلم تو رو میبینه اسمت هم نمیدونیم به یعنی همین مونده بود یه هنرمند درجه سوم چهارم من برای ما بخواد اینجا چوسی بیاد خب اصلا تصویرمو دیگه نگاه نکن دیگه دنبالم نکن باش آره ببین پیروزیه ببین وقتی ما میگیم کار حسین رو در این سرزمین تموم میکنه حالا برید بزنید تو خود سر خودتون رو گریه کنید و اینا و فراتر از اینا ببینید یکی دیگه از هنرمندانه اصلا این خانومه من نمیشناسم از این هنرمندانه درجه چندم در سیای لشکر مثل که در یکی از این سریال های آقای مهران مدیری به نام خانم جوانه دلشاد من نمیشناسم شاید شما به شاید حالا چیز میکنم شهر هنرمند معروفیه نمیدونم شما میشناسید کسی که میشناسن خیلی صادقانه در کامنتا ها بگم من این خانم جوانه دلشاد رو نمیشناسم حالا ایشون رفته کربلا و اینا و مجری سوال مهمی ازش میپرسه که دوباره هجمون ضدیت با حسین و محرم رو میشه گوش کلا من خب دختری با شمایل امروزی هم ولی اعتقادات خودم رو دارم خب میگه دختری هم با شمایل امروزی یعنی کسانی که اعتقاد به حسین دارن یه مش آدم بدپوش بد پوش و بد لباسن این یه نکته اه... به نظرم این اعتقادات قلبی اه... به آدم آرامش میده اه... اعتقادات قلبی این یه نکته دومه یعنی عقلا نمیتونم دفاع کنم از حسین اینم خب دوتا پس یکی اینکه من دختر امروزی هم مثل بقیه هواداران حسین و شیعیان حسین و اینا بد لباس و بد پوش نیستم دو ما احتقالم قلبیه عقلا نمیتونم از حسین دفاع کنم خب آفرین تای قلبت تای قلبت آدم معتقد تای قلبش حالا اینجا بزنیم جلو تا مجری صحبت کنه اینا دیگه چرت پرته تا مجری اینجا مجری سوال مهمی میپرسه خیلی از کارا رو انجام ندی باشه باشه اینا هم از اعتقادات آدم میاد خانم نترسیدین اومدین اینجا خانم نه ترسیدید اومدید اینجا این خیلی مهمه سال مجری کارا رو انجام ندی اینا هم از اعتقادات آدم میاد خانم نه ترسیدید اومدید اینجا چرا باید بترسه حالا میگه نه اصلا شاید بهتون بگم حسی که الان دارم حس آرامش این که میگم نترسیدین بالاخره شما خودتونم گفتین جوان امروزی هستین جوان امروزی هم یکی از بخش‌های زندگیش فضای مجازیه. صفحه خودش در فضای مجازی حالا اون بستری که مخاطبینش همراهش هستن. درسته. نترسیدین از ریزش فالوور تو فضای مجازی از اینکه بگن که چرا اومدی کربلا، مذمتتون کنن. تموم شد. هجمون ضدیت با اسلام و تشیع حسین حرم لقمه به قدریست که اون مهمان اشاره نمیکنه به قضیه مجری داره میگه متعجبه که یک سلبریتی که اسمش من نمیدونم تا ندیدم سرچ کردم گویا سیاهی لشکر سریال های آقای مهران مدیری بوده یک سیاهی لشکر یعنی خود اون آقای مرتضی امینی تبارم تو جنس سیاهی لشکر میتونیم بیشتر حالا یه دونه زده و یه سریالی در حد زخمکاری هم بازی کرده بقیه چیزایی که بازی کرده همیشه هم درجه دو و سه بوده دیگه اینقدر فضا سنگینه هجمون زدیت با حسین سنگینه در این جامعه که مجری داره میگه نترسیدید که فالووراتون ریزش کنن تو مملکت ما ملت امام حسینی سیاهی لشکر سریال هم که میره قبر این حروم لغمه حسین میترسن که فالووراش ریزش بکنه حالا میتونیم یه قضاوت دقیق تری داشته باشیم بنده دو سال پیش گفتم تشیع رو از ایران اخراج میکنیم با دیدن این مستندات دوباره سوال میکنم آیا جنس صحبتی که من میکنم که شیعه رو از ایران اخراج میکنیم از جنس در حقیقت دکترین بی بودن زبان است که هر جو دلت میخواد بچرخان تیلیبون یک طرفه است حرفای جوگیرانه بزن یا از جنس شناخت اجتماعی بر اساس دیتاهای واقعی جاریست اینو دیگه حالا میتونیم دوباره قضاوت کنیم و قطعا قضاوت کجاست قضاوت اینه که تمام مستندات تمام ابر و باد و مه و خورشید در کارن که به ما بگن کار شیه در این سرزمین به بنبست رسیده و حالا شما هی بخواید انکار کنید با جملات نخنما شده ای که 1400 سال خیلی ها خواستن نتونستن این حرفتون به مانند جنسی است که تو تاریخ 70 ساله که اسرائیل ما هیچ وقت جنگی بالای سی روز نداشتیم که تحلیل تحلیلگران هوادار فلسطین این بود پس اسرائیل بیشتر از سی روز نمی جنگد. در حالی که اونا توجه نداشتن تو هفتاد سال گذشته اسرائیل ما چیزی به اسم طوفان و در اون سطح به ابعادم نداشتیم بنابراین رفتار اسرائیل هم الان متفاوت با هفتاد سال گذشته است و پاسخ به شما اینه در اون 1400 سال که خیلی خواستن نتونستن تکنولوژی و شبکای اجتماعی و اینا نبود و همین برنامه آبباری که در یوتیوب و غیره شما ببینید ما چی کار کردیم چه جنبش بزرگ شیعه زدایی در ایران راه انداختیم دمتون گرم و اما چند تا گزارش قشنگ از ایران دارم تا بفهمی در این بستر چه اتفاق اجتماعی بزرگی داره رخ میده مردم برای ما ویدیو میگیرن گزارش میگیرن از خلوتی هیئتاتون تو شب هفتم این اتفاقات درود امید جان اینا از ساعت چهار غروب همینجور سر صدا سر صدا هیچ کی هم نیست نگاه کن حالا تازه بغلشم فارکو نگاه عمر مسجد اینم روبروش یه شهرک نگاه کن سر صدا سر صدا خلوت فقط صدای بلنگو ها ببین ما رو دیتا داریم صحبت میکنیم سانیا جان مرسی بابت استیکر هیچ ببین ها نگاه کن خب یه گزارش دیگه از ایران فکر, فکر نکن یه ببین از همه جا به یارو میگه آقا تو خارجی نمیدونی اه نه تو تو ایرانی نمیدونی چون تو تو ایران در فقط داری زندگی خودتون میکنی تو دنیای خودی من در جزایر قناری با کل ایران در تماسم از کل ایران مردم برای من ویدیو میفرستن قطعا بهتر است تویی که اتفاقا تو ایران نشستی میدونم یه سری چیزا رو درودون جان امشب جوم شب این نکنم ما عدم عربیه حاصل همین موقع ما اینجا بودیم ولی دیشبه اونجا خیلی از اینجا خلبت بود امسال مردم آگاه شدن این بعد از خدا رفته پارک برای بچه ها بازی کنه میگه پارسال خلوتتر بود امسال تازه شلوغ شده دیگه توی پارک نه توی هیت مردم دارن میزنن تو کوه دل و جنگل و کوه و کنار آب و بابا فیلماشو ما داریم همه رو برای من میفرستن حالا اونایی که قابل پخشه و راضی هستن ما پخش میکنیم دیگه اگه نه خیلی از گزارشاتی که مردم برای من میفرستن میگن خب امید فرستادیم که خودت بدونی چه خبره خواهشاً فیلم ما رو پخش نکن ولی اونایی که اجازه پخش میدن چون تعهد اخلاقی داریم دیگه به مخاطب و اونایی که اجازه پخش میدن خب دارید شما میبینید شاکر سپاسگزارم مردم یواش یواش دیگه محرم رو دارم میذارن زیر پاشون اینم میگیرم برای برنامه خوبه پس نباشید هم میگم به تو و ایران گرایان عزیز زنده باشی حالا قضیه فراتر از این حرف هست یواش, یواش بدنی از نیروهای بسیج و سپاه و قیرم. از دل برنامه هایی که داریم اجرا می کنیم دیگه ببین بالاخره ایرانیان خیلیاشون خیلی هاشون. حالا دارن اسلام و تشیع رو میذارن کنار ببین شما این عزیز بسیجی که برای من این ویدیو رو فرستاده با لباس بسیجی حالا ادعا کرده که حتی از اون طرفدار دو آتیشه بوده و حتی توی یه سری داستان هم رفته نمیخوام رو بگم برای من تعریف کرد و الان ببینید چی داره میگه سلام چطوری من بسیجی بودم اما الان دیگه نیستم ریزشی از اینجا شروع میشه توی دفتر پایگاهشونم آدمیه که تقریبا میشناسنش همه به یه سری مسئولیت هم داشته اینا برای همین صداشو رو دستکاری کردیم برای همین صدا یه حالتیه صدا صدای اورجینال نیست اما <تصفح> الان دیگه نیستم ریزشی از اینجا شروع میشه ریدم تو اسلام ریدم تو قرآن ریدم تو امام حسین ریدم تو جمهوری اسلامی خب ببین اتفاقی داره خیلی بزرگتر از این حرف رخ میده و اما